آهنگ بسیار مقبول و زیبا و محلی بود از نگار ماندگار که تقدیم شما ایزان کردیم در یک از کنسرت های تلویزیون جهانی آریانا یا آهنگ به ثبت رسیده بود و ما هم تقدیم شما ایزان کردیم خدا کنه از و شنیدنش لذت برده باشین در ادامه برنامه صبح و زندگی قرار داریم و ما هم مهماندار هستم مهمان عزیز و محترم ما از راه دور رسیدن و آمدن به شهر کابل ما هم دیگه وقتشان را خواستیم که چند لحظه صرف برنامه صبح زندگی کنند دعوت ما رو بپذیرند و امروز بیان در رابطه با وضعیت رسانه در ولایت بلخ صحبت‌هاشون ما شما شریک بسازن استاد محترم جناب آقای عبدالله توافی شما را خوش آمدید میگم بس تو زندگی صحبتتون بخیر باشه خدا وارد با سلام خسته نباشید خدمت شما خدمت بینندگان عزیز و دوستایی که همین لحظه ما را از پرده‌های زیبای تلویزیونشان نشان می‌بینن و وقت بخیر به شما میگم و خسته نباشین زنده سلامت باشین تشکر از حضور شما هم ما مهمان نواز هستیم شما رو به کابل جان خوش آمد میگم سپاس که سپاسگزار مهمان ما هستین تشکر. سلامت باشین آقای توافی که صحبت های ارزشمند شما را داشته طبعا. باشیم شما که در عرصه رسانه کار میکنید و شادم با بسیار از رسانه ها سر کار داشته باشیم با برنامه های رسانه ای میخوایم در نخست در رابطه با وضعیت رسانه در ولایت بلخ صحبت همراه ما تشکر بسیار زیاد بیش از یک ده سرگرم کار رسانه ای و تدریس در بخش خبرنگاری و پنزه جورنالزم هستم رسانه های در گذشته و فعلا میخوایم روشنی بندازم در آغاز روی مسئله که بلخ ما از جمله ولایت هایی بوده که اکثریت ولایت ها وقتی که رسانه نداشتن و یا رسانه چی دولتی و چی شخصی در اوجه وجود نداشتن مزار شریف ولایت بلخ رسانه داشته همیشه از جمله ولایت های پیش راز در قسمت رسانه داری و آزادی بیان و حق دسترسی رس به اطلاعات بوده ولایت بلخ هم مثل کابل رسانه هایش در حال رشد بوده بازم تاکید میکنم که بوده و این روند ادامه داره و ما هم کوشش میکنیم که اطلاع رسانی بکنیم و در خدمت مردم باشیم رسانه های زیاد هستند در ولایت بلخ چند رسانه میشه که آمار بر ما به نزدیک به ده رسانه دیداری است که امه. شامل تلویزیون میشه و در حدود 20 رادیو فعال است و خوب. بیش از 15 یا نزدیک به 20 نشریه که به صورت ماهنامه و هفتنامه و سالنامه و گاهنامه فعالیت دارن و اطلاع رسانی میکنن و در خدمت بلخی عزیز ما هستن. بسیار خوب. حالا از وضعیتی که فعلا رسانه در ولایت بلخ داره شما راضی هستین؟ تشکر. شکایت گله چیزی نداری؟ گله و شکوه همیشه بوده در هر حالتش بلخ همیشه شاید رسانه های فراوان بوده با قوت و با انرژی که رسالت های خود را میخواین تطبیق بکنن و اطلاع رسانی بکنن در یک دهه گذشته رسانه داری در بر خیلی ساده بوده و روند خیلی خوب و رو به داشته اما در سال های اخیر رسانه داری مشکل شده و چالشش نسبت به گذشته بیشتر شده تهدیدات امنیتی از یک طرف نبود سپورتر و دونر و یا تنبیل کننده مالی بر رسانه کار را مشکل ساخته در گذشته رسانه ها بیش از رسانه های کوچک و یا متوسط میتونم برتان مثال بدم که من خودم یک مسئول یکی از رسانه های خصوصی در بلخ هستم ضمن که استاد دانشگاه هستم تعداد کارمندا بیشتر از آل حاضر بودن اما در چند سال اخیر رسانه های بلخ هم آیستایست مشکلات مالی و مشکلات حمایوی پیدا کرده تعداد کارمندا متاسفانه کمتر شده فشار کار هم طبیعی است که بالای کارمندان دیگر بیشتر میشه امیدوار هستیم که روند رسیدگی شود برش و فضایی که برای رسانه ها نیاز است به وجود بیاید و یک فضای آگنده از صلح باشه تا هیچ مسئول رسانه و یا هیچ کارمند رسانه ای حراس از, از دست رفتن کارش و یا حراس از به خطر افتادن کارش دخلی. از طریق اطلاع رسانی نداشته باشه آقای توافی دیده میشه که خوشبختانه در این چند سال اخیر رسانه تانستن جایگاه خودشان را پیدا کنند در بین مردم دل. اما چرا در این حال بازم کسایی که در این راستا باید بیان همکاری بیشتر داشته باشند خود عقب میکشند کارمندار راضی نیستن و در عین حال شرایط امنیتی همیشه تهدید میکنند رسانه را علت چی است؟ کار رسانه کار پرچالش است ما همیشه در سنف درسی که میرم محصلین و دانشجوها را میگم که بزرگترین و مشکلترین پیشه را اختیار کردیم مهم. کسی که در رسانه کار میکنه مانند سرباز است که در خط نبرد است بلد. رخصتی نداره اید نداره براد نداره غم خداوند دور داشته باشه مهم. غم و خوشی نداره و کار پرچالش است و هر کس نمیتونه از مسئولیتش برای به خاطر کارمند رسانه شدن و یا پیشه رسانه داری را پیش گرفتن و یا اطلاع رسانی را پیش گرفتن باید دشواری های را و یا ریسک های را کسی که میخواه کار بکنه بپذیرن <applause> و این یک روال است و ما،, ما امیدوار هستم که مسئولین رسانه اصحاب رسانه و کسایی که صاحب امتیاز رسانه هستند سولت های بیشتر را برای کارمندان رسانه ایجاد بکنن ما کسانی هستیم و یا کسانی که در رسانه کار میکنن بیشتر شما و عزیز ما <applause> که در اینجا هستن درک میکنن که ما در هر حالت هستیم و اطلاع رسانی میکنیم و در خدمت مردم هستیم وزیفه ای ما هست. وظیفه ما هستن. بله دقیقا حالا در هر رسانه یا در هر محیط کاری که گفته میشه یک محدودیتی در نظر گرفته شده در رسانه های ولایت بلخ آزادی و آزادی بیان تطبیق میشه نمیشه چگونه هست خوشبختانه باید بگویم آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در بلخ به گونه درستش تطبیق شده تا به امروز هر خبرنگار آزادانه حق داره و که درد دل, دل خدا و یا موضوعی را که میخواد سوژه قرار بده و برای از کار بکنه و یا مشکلات مردم این کاس به تازه کار بکنه امه. با وجود که رسانهای بلخ چالش های خودشان داره مشکلات خودشان داره که بیشتر یادآور شدم ذکر کردم ما در گذشته بیشتر از این ها رسانه داشتیم یعنی نزدیک به 20 تلویزیون فعال بود بیش از نزدیک به 50 رادیو فعال بود اما اینا در سالهای اخیر کم شده محدود شده نبود حمایت مالی از یک طرف و چالش های دیگری که در داخل رسانه ها هستند اخیرا شما شاهد هستین که مسئله تهدید کارمندان رسانه ای مطرح شده در خطر بودن جان باید. کارمندان رسانه ای باعث میشه که کسانی که شاید تعهدشان کمتر بوده باشه امه. یا ضعیفتر بوده باشه ترک رشته بکنن ترک دفتر. مسلک بکنن جان بر همه که شیرین هستن دلی. و وقتی که ما آرامش فکری و آرامش روحی نداشته باشیم به با گونه درست نمیتونیم که کار خودم پیش ببریم دقیقا واقعا همین تهدیدها و بعضی مسائل دیده میشه باز کسایی که در رسانه کار میکنن خیلی شاید زندگی که در محیط کار دارن و دقایق سفری میکنن در محیط کار خیلی شاید برشون جنجال برانگیز شود و در عین حال وقتی که به بیرون و به کوچه و بازار میره بازم احساس امنیت نمیداشته باشه و همین سبب میشه تهدیدایی که میشه از طرف مخالفین و از طرف بعضی از اشخاصی که شاید اصلا هیچ اه اهمیت بر رسانه نمیته بله. همو سبب برای میشه که ترک رشته کنن و وظیفه خودشون از دست بدن چالش های رسانه بر کارمندا همیشه بوده چی چالش های اجتماعی بوده کم بوده معاش کم بوده بله. امتیازات در هر رسانه در متاسفانه باید بگویم وجود داشته هیچ رسانه نیست که از این مستثنا نباشه و بگه که من تمام عاید خود از کار رسانه مهم. و از طریق آگاهی و تبلیغات بدست دست اما ما امیدوار هستیم که روند حل شوه کارمند رسانه وقتی که ما شما امیل ازش هستیم صحبت میکنم و اگر شما امتیازات کافی نداشته باشین اگر شما در تعدید باشین و یا خود آرام یا راحت احساس نکنین طبیعی است که شما برنامه رو بگونه درست طبعا. پیش برده نمیتونین مشکلات تان در داخل دفتر حل کرده نمیتونین و این یک امر طبیعی است و امیدوار هستم که روز شوه یا وقت را داشته باشیم که ما بتانیم آزادانه و خیلی راحت به کار خود برسیم و همون رسالت پیامبری که پیام رسانی است و اطلاع رسانی است برای مخاطبین و برای شهروندان عزیز ما رو گونه درست و با خیال راحت و خیلی ساده و آرام بله تطبیق وظیفه ایمانی و وجدانی هر کسی که در رسانه کار میکنه همی است که اطلاع, اطلاع رسانی درست داشته باشه از طریق تریبیونی که اونجا هست و کار میکنه و وظیفه شمی است که همیشه بتونه نکته های مثبت را در برنامه خودش داشته باشه و بگنجانه و مردم از دیدن برنامه ها لذت ببره حالا ببین در رابطه با بر برنامه‌هایی که نشر میشه در رسانه های ولایت بلخ کمی صحبت داشته باشی چگونه برنامه هست جایگاه خود پیدا کرده نکرده و چقدر اجازه بعضی از برنامه ها و فلم ها رو شما می داشته باشه این محدودیت هایی که در نظر گرفته شده در مزار برخ. شریف و بلخ قسمی که برای همه ی بینید های عزیز ما بر شما و ویداس مهد علم و فرهنگ بوده از گذشته بله، بزرگترین دانشمندا بزرگترین فیلسوفا بزرگترین علما از بلخ برخواستن بله. شهر فرهنگی است برخ با قدومت فراوان مخاطبین رسانه ها در بلخ واقعا اگر بگویم مشکل پسند هستند توقع اونها را برآورده کردن خیلی مشکل است بیشتر دوست دارن برنامه های ادبی فرهنگی اجتماعی را ببینن دوست دارن برنامه های خبری را بیشتر دنبال بکنن و همانند سایر ها و سایر افراد دوست دارن که همیشه از تازه ترین رویداد ها و اتفاقات آگاه باشن بله. نه اینکه که من امروز در خدمت شما هستم شخص خودم زمین که مسئولی اگرسان هستم همیشه دنبال رو تلویزیون زیبای آریان هم هستم و سلامت. جا داره که تشکر بکنم و قدردانی بکنم از زحمات شما دستان در کاران تلویزیون آریانا که همیشه تشکر. در اطلاع رسانی و در خدمت رسانی بر دا دست بالا داشتن. و سلامت باشین توفی. شما از این که دعوت ما رو پذیر و صحبت های ارزشمند دارن برای ما های عزیز داشتیم واقعا جای افتخار است برای ما سپاس تشکر زی از که وقت دان در اختیار ما قرار دادین تا اینکه مشکلات و یا گپ هایی که مزاری های عزیز ما یا باشندگان ولایت بلخ ما داشتن امروز اینجا انعکاس بدیم و گفتمان خیلی خوبی داشتیم تشکر از شما زنده و سلامت باشین ان رفتیم به مزار شریف به هم تمام هموطنان عزیز ما سلام برسین از طرف تیم برنامه صبح زندگی سپاس از شما که تا این لحظه ما رو تنها نگذاشتین و بیننده صبح زندگی بودین در ادامه برنامه هم نظرات که شما عزیزان را داریم حتما مرور می داشته باشیم در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کرده بودیم هوش هیجانی و, و همچنین تازه از دنیای سینما و ورزش هم داریم تقدیمتان خواهیم کرد اما فعلا میام برنامه کوتاه هستیم در خدمت شما عزیزان برمیگردیم تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین